بدین؟ همشون همه با هم بگیریم. مثلا من حتی به چیزم فکر کردم، به جایزم فکر کردم، یه دونه یه دستبند 1000 تومانی. صدای من فرم میشه اینا رو دارم میگم. جان کاپ تو کیفمه. مثلا یه چیز 1000 تومانی من نمیدونم، دستبندی از این طلایی که دخترمون از 1000 تومن، ولی مثلا واسه 12 تا دختر میشه 12 تومن، واسه 13 تا پسر، پسران من چیزی نمیدونم، ولی چیزی که در حد همین قیمت 1000 تومن 500 تومن باشه به نظرم به همه بچه ها بدیم. یکی دوتا فایده نداره، یکی اخلاقی، یکی نوشتاری، یکی مثلا از تمیزی، یکی که به حرفم گوش میده دیگه همینجور نمیره بیرون، اجازه از من میگیره. بذم اینو پیشرفته که همشون با هم، بعد اینو همشون با هم به یکیشون بدی، در واقع به 10 نفر یا 20 نفر ندادی. مهدی جعفری هستم، معلم مدرسه سفیران مهر آسمان 2. بچه ما بچه های بلوچ پاکستانی هستن که توی مدرسه جمع شدن. حقوقم 500 هزار تومن. این که خب حقوق کمه، قبول دارم واقعا کمه. اینکه بچه ها رو جمع کردن آوردن مدرسه یه پیگیری خیلی بزرگ پشت سرشه، و اینکه این باعث میشه که دیگه حالا ما نخواهیم که سر این حقوق بخواییم فشار بیشتری بیاریم. سرش خط فاصله میذاریم با قرمز. دقیقا آفرین. حالا برو آق غیر اولا رو پیدا کنیم، یعنی اینو میریم پیدا میکنیم. باشه بود اونا پیدا نکنم. پیدا میکنیم دیگه، چرا پیدا نکنی اینها؟ این الان اینجا به این گندگی داره خودشو نشون میده. این دوباره نه این بچه. بچه ها تو این تصویر چی میبینیم؟ داره چی میاد؟ داره بارون میاد. بارون از چیه؟ آب. بگی؟ آب. آب نه آب. بچه های ما حالا جدا است اینکه بگم بچه آسیب و بچه کارن یا بچه هستن که پاکستانیان، بچه‌ن. باید اجازه بگیرن برن بیرون بیان. یکیشون میگفت آب، 10 نفری بلند میشدن میدویدن میرفتن سمت آب خوری، بعد دوباره بیا اینا رو جمع کن بیار سمت کلاس. از این داستانا داشتیم، ولی خب نه به خاطر اینکه بگم بچهای ما متفاوتن، چون بچه کلاس اولی بودن دیگه. 1 2 3 اصلا کلن با بچه ها بودن کلن خودش شیرینه، چون شما خودم تجربه داشتین. این مدلی نیست که من ناراحت بشم یا قور بزنم تو دلم، اصلا. این یه جوری که من خودم با بچه ها یه رابطه خاصی گرفتم، نمیدونم رابطه چیه، یا حالا میتونم راحت بگم اینو بچه های منه. خب چون تعداد بچه ها زیاده و خود به خود آدم با تو مثلش بره بالا دیگه، شاید من دارم صحبت میکنم ولی در واقع دارم داد میزنم. اینکه من گفتم بچه ها آروم باشی که من انقدر داد نزنم سرتون. ببین من دارم داد میزنم، اگه تو آروم باشی من دیگه داد نمیزنم. یکی از بچه ها برگشت گفتش که ما شیطونی میکنیم تو داد میزنی. آره این واسه من خیلی ارزش داشت، یعنی بچه من فهمیده بود من چرا داد میزنم. این هوش عاطفیش جواب داده بود، نمیگفتش که تو همیشه که داد میزنی تو اینجوری تو، نه میدونست چون داره شیطنت میکنه من دارم داد میزنم که صدام به همه برسه دیگه. این چیزی بود که واسم خیلی ارزش داشت، خیلی زیاد. اگه نگفتم 100 دفعه میان اجازه بگیری، مگه نگفتم زنگ تفریح با خوراکی میخوریم توی کلاس خوراکی نمیخوریم، مگه نمیگم مشق خونه است؟ بودو بودو، مگه الان نگفتیم روی پای تخته نمینویسیم؟ بودو دیگه بودو 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 میخوام دست زدی بدیم. الان کی رو کشیدی؟ تو رو بکش. موکه. این چیه؟ موکه. کشیدی منو دیگه. برو. خب کبرا 2، کبرا، بختاور، راشد. اینا رو بفرم. نه نه من نگفتم پای تخته نمینویسی. چون میدونی نگاه مخاطبا اینه که فرق نمیکنه خانواده خودم، خب ببین اینا بدبختن، دسته که اینا بدبخت نیستن، فرهنگشون این مدلیه. یعنی این نگاهی که دیگران دارن با ولکن اینا بدبختن،
شما چای اینا رو جمع کردین. بعد من میگم ببین مهم اینه که این فضا واسه همچین بچه‌های آماده شده و خدا رو شکر آماده شده. یعنی یه تیمی انقدر حواسش به بوده به این قسمت جامعه که هیچ کس حواسش نیست، اتفاق افتاده. حالا چرا دیگران به جای اینکه تشویق کنن و کمک کنن هی دارن کم میکنن اون انرژی رو؟ بلا اینکه برگردن اینجوری چی میگن سنگ بندازن یا راحت اظهار نظر کنن، این اصلا خوب نیست. فرهنگش انگاری واسه ماهام جا نیفتده که انقدر داری میگیم فرهنگ ندارم و فرهنگ داری. چو بری چهار تا بازی کنی اون میاد. شهبت بکش بلا، شهبت بکش بلا، برات سم بدون ماما بکش بلا، بالا 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 ببند، بند کفشتو، بند کفشتو ببند الان داخل زمین چی؟ ببند درست بریم بازی، بریم بازی بچه ها بیرون. امیر حسین خدا تو بکش بالا تن جلوشو ببینید تو خورد زمین.